سلام به تک تک شما عزیزانم، محبوبه هستم. به آشپزخونه بخور بخور و برنامه خودتون خوش آمدید. آموزش امروزمون یه نون صبحونه فوق‌العاده خوشمزه است. ما فرض کنیم امروز یه روز تعطیله و همه اعضای خانواده طبق معمول تو خونه خوابن. ما بلند شیم بیام توی آشپزخونه و مشغول درست کردن یه نون صبحونه خوشمزه بشیم. وای از اون وقتی که این خمیر بره توی فرو، بوی و عطر این نون تمام خونه رو بگیره و تمام اعضای خانواده رو از خواب یکی یکی بلند بکنه. وقتی که همه سر میز صبحونه میشینن، این نون خوشمزه رو با یه چای دبش و اعلی میخورن، واقعا یه حس خیلی خوبی به آدم میده و اون روزش رو تا آخر برای آدم میسازه. حالا با همدیگه بریم طرز تهیه این نون خوشمزه رو با همدیگه ببینیم. برای درست کردن این خمیرمون احتیاج داریم به 200 میلی گرم آب، 200 میلی گرم هم شیر احتیاج داریم، 50 گرم شکر، اینم می‌ریزم، یک قاشق چایخوری نمک هم داریم، اینم مخلوط می‌کنیم. اینا رو خوب همش می‌زنیم. 7 گرم مایه خمیر ترش داریم. مایه خمیر ترش فوری داریم. اینم می‌ریزیم. 600 تا 650 گرم آرد داریم. کم کم می‌ریزیم آردمون رو. مخلوطش می‌کنیم. خب تا اینجا با قاشق به همش زدم، حالا باید با دست کار کنیم دیگه. مخلوطش میکنیم. البته این خمیر یه کمی خمیر چسبندهیه، یه کمی به دست میچسبه، ولی بیشتر از این آرد بهش اضافه نمیکنه. خمیرمون اینطوری شدش. حالا خمیرمون روی سطح آرد باشی شده میذاریم و ورزش میده. خمیرمونو باید به مدت 5 دقیقه ورز بدیم. به این صورت ببینید، با کف دست. آرد اضافه به خورد خمیر ندی، چون خمیرمون خشک میشه. اگر احتیاج بود یکم اینطوری آرد اضافه میکنیم. خب خمیرمونو ببینین، الان تقریبا 2 دقیقه است من دارم خمیر رو ورز میدم. خمیر رو به مدت 5 دقیقه اینطوری با کف دست با اینجا ورزش میدیم. خب خمیرمون رو 5 دقیقه ورز دادم به این صورت. حالا ظرفمون رو روغن مالیش میکنیم. و خمیرمون رو به مدت 1 ساعت میذاریم که استراحت کنه. روی ظرفمون رو با سلفون میپوشونیم. و میذاریم که استراحت کنه. حجم خمیر ما 2 برابر شد. 1 ساعت استراحت کرده. حالا پفش رو میخوابونیم به این صورت. سطح کارمون یک کمی آرد پاشی میکنیم. خمیرمون رو 2 قسمت میکنیم. حالا خمیرمون رو لولش میکنیم. و هر کدوم از این خمیرها رو 6 قسمت میکنه. هر کدوم از اینا رو هم چونه میگیریم. حالا اگر کوچیک و بزرگ بود میتونیم یک کمی از روی این، مثلا الان این بزرگتر، یکم از روش برداریم روی اینا که کوچیکتره بذاریم. هر کدوم از این خمیرها رو چونه میگیریم.
خب هر کدوم از چونه ها رو به شکل مستطیل بازش میکنه. هر کدوم از چونه ها رو من به شکل مستطیل باز میکنم. حالا 100 گرم کره داشتیم، روی خمیرمون از کره ذوب شده میمالیم به این صورت. حالا خمیرمون رو از همین قسمت جلو لولش میکنیم به این صورت. حالا خمیرمون رو از وسط دو قسمت میکنیم. به این صورت. یک کمی خمیرمون هم میکشیم. اینطوری. حالا از این قسمتی که برش زدیم خمیر رو میاریم اینطوری روی هم. به این صورت. حالا از اینجای خمیر رول میکنیم دور خودش. این قسمتش هم میکنیم زیر خمیر به این صورت. به شکل گل در میاد. میذارمش توی سینی. بقیه خمیرها رو هم به همین صورت درست میکنم. خب نونای ما آماده شدش. من همه رو توی سینی فر چیدم. توی سینی فری که من کاغذ تفلون گذاشتم، کفش که نچسبه، نیم ساعت استراحت بهش دادم. حالا استراحتش رو کرده. حالا من میخوام 2 تخم مرغ، زرده تخم مرغ داشتیم، با یه قاشق شیر میخوام رومالش کنم. همه اینا رو زرده میمالم. زرده تخم مرغ که مالیدم بعد دوباره ببینه، چون میخوام روشم کنجد بریزم. موقعی که خمیر تو خمیر داره استراحت دومش رو میکنه، حتما روش رو یه نایلکس بذاریم که خوش نشه. حالا روشون رو کنجد میریزه. من یکیش رو کنجد سیاه میریزم، یکیش هم کنجد سفید. خمیرامون رو کنجد پاشیدم، تموم شده. فر رو از قبل گرمش کردم روی 180 درجه سانتیگراد طبقه وسط. به مدت 30 تا 35 دقیقه میذاریم تا نونامون بپزه. نون خوشمزه ما هم آماده شدش. حالا من براتون نصفش میکنم، ببینین چه لایه لایه شده و چقدر نرم. ببینین فوق العاده شده. امیدوارم که شما هم تو خونه این نون خوشمزه رو درست کنین و در کنار خانواده نوش جونش کنین و لذتشو ببرین. ممنون که این آموزشو دیدین. اگر از این برنامه خوشتون اومده لایکش کنین. خوشحال میشم نظر و پیشنهادتون رو برام کامنت کنین. کانالم سابسکرایب کنین. اون زنگوله هرم بزنین که اگر یه ویدیو جدید اومد زود تون سریع با خبر شید. تا یه آموزش دیگه و یه بخور بخور خوشمزه دیگه همه تونو به خدای بزرگ میسپارم.